سلام به شما بینندگان عزیز برنامه شب‌های فوتبالی شبکه ورزش. نفت مسجد سلیمان در سومین روز از هفته سوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در حالی میزبان استقلال تهرانه که هر دو تیم تاکنون طعم پیروزی رو نچشیدند و دنبال امتیازات کامل این دیدار هستند. بریم به ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان تا نظر هواداران رو در خصوص دیدار امشب جویا بشیم. در مورد بازی امشب بفرمایید. نفت مسجد سلیمان در دو بازی گذشته تونسته دو تا مساوی رو داشته باشه و امروز در مقابل تیم پرمهره استقلال تهران قرار داره. بر صورت تیم استقلال تهران تیم پرمهره و برای آسیا بسته شده و ما تیم نفت مسجد سلیمان از زمانی که آقای تارتار اومده بر صورت تحولاتی تو این تیم ایجاد شده و اون انگیزه ای که الان من دارم مشاهده میکنم تیم انگیزه لازم داره. به هر صورت امید اینو داریم که ایشاره با دست پر خارج بشه. باز بزنم بازی امروز چطور میبینید؟ ایشاره رفتم از سلیمان ببر میبره؟ با چه نتیجه ای؟ 2-0. خب بلیت تهیه کرده بودی؟ چه مشکلی پیش اومده بود؟ الان بلیت تهیه کردیم اعلام میکنن رایگانه، همین مشکل ما الان باید حل بشه. بازی امروز چطور می‌بینید؟ بازی فعلا که هنوز شروع نشده ولی بازی خوبی ان شاءالله بشه. طرفدارا نفت هم خوب اومدن، همه استقبال کردن از این موضوع و ان شاءالله بازی خوب بشه و نفت ببره. بازی امشب چطور می‌بینید؟ ان شاءالله برد نفت. خب بچه‌های دوستدار محیط زیست شهرستان مسجد سلیمان که دو سالی هست در ورزشگاه فعالیت دارن به نام پویش، در واقع ورزشگاه پاک، بچه ها خسته نباشید. خب بفرمایید که چند وقت این کار انجام میدین و با چه انگیزه این کار انجام میدین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. پویش ورزش پاک، ورزشگاه پاک برای دومین سال پیاپی در مسجد سلیمان برگزار میکنیم. برای اولین بار در کشور در مسجد سلیمان برگزار میشه پویش که به همراه دوستداران محیط زیست بعد اتمام هر بازی ورزشگاه رو پاکسازی میکنیم. این به قول من برای اشاعه فرهنگ حفاظت از محیط زیست و مشارکت های مردمی و جلب توجه مسئولین و ورزشکاران از این پویش. والا در شرایطی که ما میبینیم نفع مسئله ما امسال تیم خوبی بسته، انشالله میتونه نتیجه خوبی کسب کنه در مقابل استقلال تهران. بازی نه حتما میبریم و دل تمام مردم مسئله ما رو شاد میکنیم. انشالله که پایدار و محکم بازی بکنه، بازی کنه اما حتما اینطوری هست. امیدوارم از سلیمان ببره انشالله که نفت نسبت به سالهای قبل خیلی بهتره. امیدوارم که با کمک هوادارا امروز بتونیم پیروز بشیم.